نقش بالقوه انجینیر علی در سقوط پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک مقاله می نویسد: نقش بالقوه انجینیر علی در سقوط پنجشیر. مقاومت ملی باید از شکست و کودتاگران درونی درس تاریخی بگیرد. هر نوع مصلحت بینی مانند گذشته استخوان‌های مقاومت را دوباره خواهد شکست. انجینیر علی در گردآوری پول از هر طریق ممکن، طوری که در گزارش قبلی تذکر رفت، تخصص دارد. او سابق رئیس امنیت پنجشیر بود و بعد عضو موکب امرالله صالح شد. در کودتای داخلی که اخیراً به وسیله گروه‌های فروخته شده افراطی و پول پرست صورت گرفت، از نقش منفی انجینیر علی گزارش ارائه نشده است. اما مدت چند سالی که ریاست امنیت پنجشیر را به دوش داشت، زیر ریشش حزب تحریری های بدتر از داعش عامل مهم در واگذاری پنجشیر به طالبان آزادانه داشتند، اما او هیچ مزاحمشان نشد. انجینیر علی از گسترش بیرویه‌ای بنیادگرایی رخنه ISI، فعالیت های علنی جنرال جرأت، جلب و جذب طالبان داعش اطلاع کامل داشت، اما در کل وانمود می کرد که از هیچ چیزی خبر ندارد. بالفعل آدم بیکاری بود که صرفاً ترانزیت لاجورد و مواد مخدر را رصد می کرد و در ظاهر امر خودش را تحت الحمایه عبدالله و سکرتر عبدالله حاجی قهار قرار داده بود. با نشر این گزارش صدایش از گوشه و کنار بلند خواهد شد. در همین حال اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: نخست وزیر هند: هیچ کشوری نباید از وضعیت حساس افغانستان برای اهدافشان استفاده کند. نخست وزیر هند میگوید که هیچ کشوری نباید از وضعیت حساس در افغانستان برای منافع و اهدافشان استفاده کند. آقای مودی این موضوع را روز گذشته شنبه 30 میزان در 76 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده است. او گفته است که تمامی کشورها باید در این مورد اطمینان بدهد. همچنین نخست وزیر هند افزود که لازم است تا از افغانستان به عنوان پایگاه برای گسترش ترور و دهشت استفاده نشود. او تاکید کرده که کشورهایی که با افکار تهاجمی از دهشت افغانی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند، باید بدانند که دهشت افغانی برای آنان هم تهدید بزرگی هست. مودی در بخشی از صحبتهایش از جامعه جهانی هم خواسته است تا به زنان و کودکان و اقلیت‌های در افغانستان کمک کند. این گفته ها در حال مطرح می شود که دو روز پیش عمران خان نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که جهان باید حکومت گروه طالبان را به خاطر مردم افغانستان حمایت و تقویت و تثبیت کند. او گفته بود که برای جهان هیچ راهی بجز تقویت و تثبیت حکومت طالبان وجود ندارد. با این حال نخست وزیر پاکستان افزوده بود که اگر جامعه جهانی به طالبان انگیزه دهند تا به حقوق بشر احترام بگذارند، دولت فراگیر ایجاد کنند و تروریست ها را از افغانستان
دور نگه دارند برای همه به شمول طالبان بازی برد برد خواهد بود. طالبان در 24 اسد بر افغانستان مسلط شدند. پس از آن این گروه در تاریخ 12 سنبله کابینه سرپرست خود را اعلام کرد. بر اساس فهرست اعضای کابینه طالبان، محمد حسن آخوندی به عنوان رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی به حیث معاونان او تعیین شدند. در کابینه طالبان هیچ زنی حضور ندارد. وزارت زنان نیز حذف شده است. همین طور تمامی اعضای کابینه طالبان عضو این گروه اند و به جز چند نفر انگشت شمار دیگر از هیچ قومی در آن حضور ندارد. هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در همین حال نماینده دولت پیشین به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. سازمان ملل متحد می گوید که قرار هست غلام محمد اسحاق زی نماینده دولت پیشین به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند. قرار هست غلام محمد اسحاق زی در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند که قبلا گروه طالبان با ارسال نامه به آنتونیو گودریش دبیرکل آن خواستار حضور نماینده این گروه در مجمع عمومی این سازمان شده بود. طالبان در این نامه که به امضای امیرخان متقی سرپرست وزاره خارجه این گروه رسیده است گفته بودند که اشرف غنی احمد زی در تاریخ 24 اسد از قدرت کنار رفته و جهان دیگر او را به رسمیت نمی‌شناسد. در این نامه تاکید شده است که نماینده دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد هم برکنار شود. طالبان همچنین خواستار سخنرانی امیر خان متقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدند. این گروه محمد سهیل شاهین را هم به عنوان نامزد برای احراز کرسی نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده. او در حکومت قبلی طالبان هم به عنوان نماینده این گروه در سازمان ملل کار کرده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.